در جستجوی زمان از دست رفته، اثر مارسل پروست. کتاب چهارم، صدوم و عموره. راوی محمد حسن پور. فصل اول از بخش دوم، قسمت هفتم. آقای دوشارلوس که اگر به گرایش خودش اشاره می شد بر می آشفت، اما همیشه از شناساندن گرایش دیگران لذت می برد، چند نامی به زبان آورد که آقای دوو گوبر را دستخوش تعجبی دلانگیز کرد. نه اینکه پس از آن همه سالها بخواهد دستی از پا خطا کند، اما این افشاگری های سری همسان آنها که در تراژدی های راسین به آتالیو ابنر می فهماند که جواس از نژاد داوود است، یا که استر تاجدار خیشاوندانی جهود دارد، چهره سفارتخانه فلان کشور یا بهمان اداری وزارت امور خارجه را تغییر می داد و این محلها را که او از پیش می شناخت یک بار به اندازه پرستشگاه بیت المقدس یا بارگاه شوش اسرارآمیز می کرد. سفارتخانه ای که پرسنل جوانش همه آمدند و دست آقای دوشارلوس را فشردند، آقای دوگوبر را به همان شگفتی الیز انداخت که در تراژدی استر فریاد می زند: شگفتا چه انبوهی از زیبارویان پاک دامن، دست دسته از هر سو برابر چشمانم بر می آید و بر رخساره هایشان چه نیکو حیایی. سپس برای آنکه بیشتر مطلع شود لبخندی زد و نگاهی احمقانه پرسشگر و حریص به آقای دوشارلوس انداخت. بارون با حالت خبره دانشمندی که با جاهلی حرف می زند گفت: خب بله قربان، البته. و آقای دوگوبر بیدرنگ به آن منشیهای جوان خیره شد و دیگر از آنان چشم بر نداشت، که این خیلی بر آقای دوشارلوس گران آمد. منشیهایی که سفیر کارکشته کشور فلان در فرانسه بیدلیل انتخابشان نکرده بود. آقای دوگوبر چیزی نمی گفت. من فقط چشمانش رو می دیدم. اما چون از کودکی عادت داشتم مجسم کنم که هر چیزی، حتی اگر هم ناگویا، به زبان کلاسیک ها سخن می گوید، می دیدم که چشمان آقای دوو گوبر بیت هایی را می خواند که استر به الیز می گوید، تا توضیح دهد که مردخای به دلیل تعصب دینی خواسته است که دختران همدم ملکه حتما همکیش او باشند. مهری که به امت ما دارد این کاخ را از دختران صهیون آکنده است. گلهایی جوان و شاداب، آشفت تقدیر، چون من کاشته زیر این بیگانه آسمان و به دور از گواهان نامحرم می پرورد و می آموزدشان. سرانجام آقای دوگوبر به زبان آمد، اما نه با نگاهش. با لحنی غمناک گفت: باید دید تو کشوری که من هستم از این خبرها هست یا نه. آقای دوشارلوس جواب داد: بعید نیست، اول از همه خود شاه تئودوس، هرچند که من در این باره خبر دقیقی ندارم. نه خیر، به هیچ وجه. در این صورت درست نیست که ظاهر کسی اینقدر غلط انداز باشه. چقدر ادا و اطفار در میاره. از نوع ایوا عزیزمه که من بیشتر از همه ازش بدم میاد. جرأت نمی کنم با همچین کسی تو خیابون راه برم. وانگهی شما که باید از حالش خوب خبر داشته باشین. کسی نیست که قضیه رو ندونه. دربارش کاملا اشتباه میکنین. خیلی هم دوست داشتنیه. روزی که موافقت نامه با فرانسه امضا شد با من دیده بوسی کرد. به عمرم اونقدر هیجان زده نشده بودم. بهترین موقع بود که بهش بگین دلتون چی میخواد. واه، پناه بر خدا. وای اگه حتی یه لحظه شک میکرد. اما من از این بابت هیچ نگرانی ندارم. این بود آنچه شنیدم، چون خیلی دور نبودم و با شنیدنش این شعر به ذهنم آمد: شاه هنوز نمی داند کیستم و زبانم به زنجیر این راز بسته است. این گفتگوی نیمی خاموش و نیمی گویا بیش از چند لحظه طول نکشید و هنوز با دوشس دوگرمانت بیشتر از چند قدمی در تالار پیش نرفته بودم که زن کوچک اندام سیاه موی بقایت زیبایی نگهش داشت و گفت: خیلی دلم می خواد شما رو ببینم. دونونتزیو شما رو از یه لوژ دیده. تو نامه‌ای که برای پرنسس دوته نوشته گفته که به عمرش همچین زیبایی ندیده. حاضر همه زندگیشو برای 10 دقیقه ملاقات با شما بده.
اگه نتونید یا نخواین، در هر حال نامش پیش منه. باید یه وقت ملاقات بهم بدین. بعضی چیزای محرمانه هست که نمیتونم اینجا بگم. رو به من کرد و گفت: میبینم که منو نشناختین. با شما تو خونه پرنسس دوپار مشنا شدم که من هرگز به خانهش نرفته بودم. امپراتور روسیه مایل پدرتونو به پترزبورگ بفرستن. اگه بتونید سه شنبه بیاین، اتفاقا ایسولسکی هم هست و شما رو تو جریان میذاره. دوباره به طرف دوشس برگشت و گفت: یه هدیه باید بهتون بدم عزیزم. فقط هم من به شما میدمش. دست نوشته یه سه نمایشنامه ایبسن که خودش به وسیله پرستار پیرش برام فرستاده. یکیشو خودم برمیدارم و دوتای دیگر رو میدمش به شما. دوک دوگرماند از این پیشکشی ها راضی نبود، در حالی که خوب نمیدانست ایبسن یا دونونتزیو مرده یا زنده اند. نویسندگان و نمایشنامه نویسانی را در نظر می آورد که به دیدن همسرش می رفتند و در آثارشان از او حرف می زدند. اشرافیان اغلب کتاب را نوعی مکعب مجسم می کنند که یک برش برداشته شده باشد، به گونه ای که نویسنده شتاب دارد، هر که را که می بیند در آن بچپاند. بدیهی است که این کار ناجوانمردانه است و نویسنده ها آدم های بی ارزشی اند. البته بد نیست که آدم گاهی گذرا ببیندشان، چون به کمک آنها اگر کتابی یا مقاله‌ای خوانده باشی می توانی بفهمی زیر زیرها چه خبر است، می توانی دست ها رو رو کنی. با این همه بهتر است آدم به همان نویسنده های مرده قناعت کند. به نظر آقای دوگرمانت فقط آقایی که ستون درگذشتگان روزنامه لوگلوا رو می نوشت آدم کاملا درستی بود. او دست کم به همین بس می کرد که نام آقای دوگرمانت را در رأس همه شخصیت هایی بیاورد که حضورشان در تشییع جنازه هایی که دوک نامش را در دفترشان می نوشت جلب توجه کرده بود. هر بار که دوک نمی خواست از او نام برده شود، به جای نوشتن اسمش نامه ای می نوشت و مراتب همدردیش را به خانواده داغدار اعلام می کرد. اگر این خانواده در آگهیش در روزنامه از عزیزانی که به وسیله نامه تسلیت گفتند، به خصوص از جناب دوک دوگرمانت یاد می کرد، این تقصیر نه از روزنامه چی بلکه از پسر، برادر یا پدر مرحوم بود که دوک به فرصت طلبی متهمشان می کرد و تصمیم می گرفت از آن پس دیگر رابطه‌ای با ایشان نداشته باشد، که خودش این را عدم قطع رابطه می نامید چون کاربرد درست اصطلاحات را نمی دانست. چه بود؟ نامهای ایبسن و دانونتزیو و شک درباره زنده یا مرده بودنشان چینی به پیشانی جناب دوک انداخت که هنوز آنقدر از ما دور نبود که تعارفهای مادام تیمولئون دامونکوئر را نشنیده باشد. این خانم زن جذابی بود و ذهنیتش هم چون زیباییش چنان دل می برد که یکی از این دو برای دوست داشتنش بس بود. اما چون در بیرون از محیطی زاده شده بود که در آن زندگی می کرد و در آغاز فقط به داشتن یک محفل ادبی فکر کرده بود و یکی پس از دیگری دوست انحصاری این یا آن نویسنده بزرگی می شد که همه دست نوشته هایش را به او می داد و برایش کتاب می نوشت، فقط دوستش و نه معشوقش چون بسیار پاکدامن بود، از زمانی که گزارش به فوبور سن ژرمن افتاده بود این امتیازهای ادبی بسیار به کارش می آمد. دیگر در موقعیتی بود که نیازی به مایه گذاشتن لطفی جز همانی که حضورش می پراکنید نداشت. اما چون در گذشته به مردمداری، بدبستان و مشکل گوشایی عادت داشت، همچنان به این کارها ادامه می داد. هرچند که دیگر نیازی به آنها نبود. همیشه در چنته رازی مملکتی داشت که با آدم در میان بگذارد، یا مقام خیلی مهمی که با آدم آشنا کند، یا آبرنگی از استادی که به آدم هدیه بدهد. شکی نیست که در این همه جاذبه بیهوشیش کمی دروغ هم بود. اما همه اینها زندگیش را به صورت یک کمدی پیچیده خیره کننده در می آورد و حقیقت داشت که می توانست کسانی را فرماندار یا ژنرال کند. دوشس دوگرمانت همچنان که پا به پای من می آمد، نور لاجوردی چشمانش را پیشا پیش می افشاند، اما به گنگی، تا بتواند از کسانی بپرهیزد که نمی خواست با ایشان رابطه ای داشته باشد و گاهی از دور پیشواز تهدیدآمیزشان را پیش بینی می کرد. میان دو ردیف مهمان پیش می رفتیم.
که چون می‌دانستند هرگز با اوریان آشنا نخواهند شد، دست کم می‌خواستند او را چون چیزی دیدنی به همسرشان نشان دهند. زود باشین اورسون، زود باشین بیاین مادام دو گرمان تو ببینین. که با این جوونه داره حرف می‌زنه. و حس می‌کرده که چیزی نمانده بود از صندلی بالا بروند تا منظره را چنان که در رژه 14 ژوئیه یا مسابقه بزرگ اسب دوانی بهتر ببیند. نه اینکه دوشس دو گرمانت محفلی اشرافی تر از مجلس پرنسس داشته باشد. در خانه او کسانی دیده می شدند که پرنسس به ویژه به خاطر شوهرش محال بود دعوت کند. امکان نداشت او کسی چون مادام آلفونس دروتچیلد را بپذیرد که چون خود اوریان دوست جانجانی مادام دولا ترموی و مادام دو ساگان بود و اغلب در خانه دوشس دیده می شود. چون این بود بارون هیرش که پرنس دوگال او را با خود به خانه اوریان برده بود، اما نه به خانه پرنسس که بدون شک از او خوشش نمی آمد و همچنین برخی چهره های سرشناس بوناپارتیست یا جمهوری خواه که برای دوشس جالب بودند، اما شاه دوست سرسختی چون پرنس آنان را به خانهش نمی پذیرفت. یهودی ستیزی پرنس که آن هم اصولی بود در برابر هیچ برازندگی و امتیازی هر چقدر هم معتبر انعطاف نمی یافت و اگر سوان را از قدیم می شناخت و به خانه می پذیرفت که در ضمن تنها گرمانتی بود که او را سوان و نه شارل می نامید، به این دلیل بود که می دانست مادر بزرگش زن پروتستانی که با یک یهودی ازدواج کرد زمانی معشوقه دوک دوبری بود و گاه به گاهی می کوشید افسانه‌ای را به خود بباوراند که سوان را فرزند نامشروع این شاهزاده قلمداد می کرد. اگر این افسانه حقیقت داشت که البته نداشت، سون به عنوان فرزند پدر کاتولیکی که خود پسر یک عضو خاندان بوربون و مادری کاتولیک بود نمیشد مسیحی نباشد. دوشس در بحث درباره ساختمانی که در آن بودیم به من گفت: چطور شکوه جلال اینجا رو نمیشناسین؟ اما پس از ستایش کاخ خیشاوندش بیدرنگ افزود که چهار دیواری محقر خودش را هزار بار بیشتر دوست دارد. گفت: اینجا برای تماشا خیلی عالیه، اما اگه بنا بود شب و تو اتاقهایی بگذرونیم که این همه وقایع تاریخی تو اونا اتفاق افتاده، از قصه دق می‌کردم. این احساس بهم دست می‌داد که بعد از وقت بازدید کاخ بلوا یا فونتنبلو یا حتی لوور جا موندم و در رو برون بستم، فراموشم کردم. تنها چیزی که باید دلداریم بده اینه که پیش خودم بگم تو اتاقی هم که مونول دسکیو توش کشتن. نه، همچین جوشوندهی برای تسکین آدم کافی نیست. آها، مادام دو سنت اوورت. امشب شامو پیشش بودیم. چون مهمونی بزرگ سالانش همین فرداست، فکر کردم که دیگه امشب میره و میخوابه. اما نه، از هیچ مهمونی نمیگذره. اگه این شب نشینی تو روستا برگزار میشد، با عربه بارکشم که شده بود خودشو میرسوند.